به نام خداوند بخشنده مهربان. دنباله سوره کهف از آیه 45 آن را برای شما قرائت می کنیم. مال و فرزندان زیب و زینت حیات دنیاست، لکن اعمال صالح که تا قیامت باقی است، مانند نماز و ذکر خدا و صدقات جاری، چون بنای مسجد و مدرسه و موقوفات و خیرات در راه خدا، نزد پروردگار بسی بهتر و عاقبت آن نیکوتر است. و یاد کن ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم روزی را که زمین را صاف و بدون پستی و بلندی آشکارا ببینی و همه را در صف محشر از قبرها برانگیزیم و یکی را فرو نگذاریم و خلایق را در صفی بر خدا عرضه کنند و به کافران گفته شود دیدید همان گونه که اول بار شما را آفریدیم باز به سوی ما امروز باز آمدید و آن معادی را که به خیال باطل منکر بودید به چشم مشاهده کردید. و در آن روز کتاب اعمال نیک و بد خلق را پیش نهند و اهل عصیان را از آنچه در نامه عمل آنهاست ترسان و هراسان بینی، در حالی که با خود گویند ای وای بر ما، این چگونه کتابی است که اعمال کوچک و بزرگ ما را سر موی فرو نگذاشته جز آنکه همه را نقل کرده است. و در آن کتاب همه اعمال خود را حاضر بینند و جزای آن را بیابند و خدا به هیچ کس ستم نخواهد کرد. و ای رسول، یادار وقتی را که به فرشتگان فرمان دادیم که بر آدم همه سجده کنید و آنها همگی سر به سجده فرود آوردند جز شیطان که از جنس دیو بود، بدین جهت از طاعت خدای سر پیچید. آیا شما فرزندان آدم مرا فراموش کرده و شیطان و فرزندانش را دوست خود گرفته اید، در صورتی که آنها شما را سخت دشمنند؟ و ظالمان که به جای خدا شیطان را به طاعت برگزیدند بسیار بد مبادله کردند. من در وقت آفرینش آسمان و زمین و یا خلقت خود این مردم آنها را حاضر و گواه نساخته و کمک از کسی نخواستم و هرگز گمراهان را به مدد کاری نگرفتم. پس مردم نه تنها از آفرینش جهان بلکه از خلقت خیش هم به حقیقت بیخبرند و هرچه میگویند و میشنوند تصور و گمانی بیش نیست. و یادار روزی را که خدا به کافران گوید که اکنون آنان را که شریک من گمان داشتید بخوانید تا به فریاد شما بیایند. آنها بخوانند و یکی اجابت نکند، پس میان همه آنها یعنی مشرکان و معبودانشان جایگاهی مهلک مقرر سازیم و آنگاه مردم بدکار آتش دوزخ را به چشم خیش مشاهده کنند تا بدانند که در آن خواهند افتاد و از آن مفری ندارند. و ما در این قرآن هر گونه مثال و بیان برای هدایت خلق آورده ایم، لکن آدمی بیشتر از هر چیز با سخن حق به جدال و خصومت برمی‌خیزد. و چون هدایت الهی قرآن به خلق رسید به درگاه پروردگار خود توبه و استغفار کنند تا سنت عقوبت پیشینیان به اینان هم برسد و یا با مجازات و عذاب خدا روبرو شوند. و ما رسولان را جز برای بشارت نیکان و ترسانیدن بدان نفرستادیم و کافران با سخنان بیهوده باطل می‌خواهند به جدل حق را پایمال کنند و آیات مرا آنچه برای اندرزشان آمد از جهل و غرور به استهزا گرفتند. در دنباله سوره کهف آیه 56 آن چنین می‌خوانیم: و کیست ستمکارتر از آن کسی که متذکر آیات خدا شده و باز از او اعراض کرده و از اعمال زشتی که کرده به جای آن که توبه و انابه کند همه را به کلی فراموش کرده؟ و ما پس از اتمام حجت بر دلهایشان
پرده جهل و قساوت انداختیم تا دیگر آیات ما را فهم نکنند و گوش آنها را از شنیدن سخن حق سنگین ساختیم و اگر به هدایتشان بخوانی دیگر ابدا هدایت نخواهند یافت. خدای تو دارای آمرزش و رحمت است و اگر خواهد تا خلق را به کردارشان مؤاخذه کند همانا در عذابشان تعجیل نماید، لکن برای آن عذاب وقت معین است که از آن هرگز پناه و گریزگاهی نخواهند یافت. و این است شهر و دیارهایی که اهل آن را چون ظلم و ستم کردند هلاک ساختیم و بر جایگه هلاکشان موعدی مقرر گردانیدیم. و بیادار وقتی را که موسی به رفیق جوان مردش یوشع که وصی و خلیفه او بود گفت: من دست از طلب بر ندارم تا به مجمع البحرین برسم یا سالها عمر در طلب بگذرانم. و چون موسی و رفیقش بدان مجمع البحرین رسیدند، ماهی خود را فراموش کردند، آن ماهی هم راه به دریا برگرفت و رفت. پس آنگاه که از آن مکان بگذشتند، موسی به آن جوان گفت: غذای چاشت ما را بیاور که ما در این سفر رنج بسیار دیدیم. یوشع گفت: در نظر داری آنجا که بر سنگی منزل گرفتیم؟ من آنجا ماهی را فراموش کردم و شیطان از یادم برد و شگفتان که ماهی بریان راه دریا گرفت و برفت. موسی به فراست دریافت و یوشع را گفت: آنجا همان مقصدی است که ما در طلب آنیم و از آن راهی که آمدند بدانجا بازگشتند. در آنجا بنده ای از بندگان خاص ما را که جویای او بودند یافتند که او را رحمت و لطف خاصی عطا کردیم و هم از نزد خود وی را علم بیاموختیم. موسی به آن شخص دانا گفت: آیا اگر من تبعیت و خدمت تو کنم از علم خود مرا خواهی آموخت؟ آن عالم پاسخ داد که تو ای موسی ظرفیت نداری و هرگز نمی توانی که تحمل اسرار کرده و با من صبر پیشه کنی و چگونه صبر توانی کرد بر چیزی که اصلا از آن اطلاع و آگاهی نداری. موسی باز گفت: به خواست خدا مرا با صبر و تحمل خواهی یافت و هرگز در هیچ امر با تو مخالفت نخواهم کرد. آن عالم باز گفت: پس اگر تابع من شدی دیگر از هر چه من کنم هیچ سؤالی مکن تا وقتی که از آن راز من تو را آگاه سازم. موسی قبول شرط کرد و سپس هر دو با هم برفتند تا وقتی که در کشتی سوار شدند. آن عالم کشتی را در میان دریا بشکست. موسی هم در آن هنگام شرط و عهد خود را فراموش کرد و گفت: ای مرد، چرا کشتی را شکستی تا اهل آن را به دریا غرق کنی؟ بسیار کار زشتی به جای آوردی. آن عالم به موسی گفت: آیا من به تو نگفتم که تو هرگز ظرفیت و توانایی آن که با من صبر کنی نداری؟ موسی گفت: این یک بار بن من مگیر که شرط خود را فراموش کردم و مرا تکلیف سخت طاقت فرسا مفرما. خضر عذرش را پذیرفت و باز هم روان شدند تا از دریا گذشتند. در ساحل به پسری برخوردند. او پسر را بی گفتگو به قتل رسانید. باز موسی شرط رفاقت خود را فراموش کرده تند شد و گفت: آیا فرد محترمی که کسی را نکشته بود بیگناه کشتی؟ همانا تو کار بسیار ناپسندی کردی. باز آن عالم به موسی گفت: آیا من به تو نگفتم که تو هرگز بر آن که با من و اسرار کار من صبر کنی توانایی نخواهی داشت؟ موسی گفت: این دفعه را هم ببخش، اگر بار دیگر از تو مؤاخذه و اعتراضی کردم از آن به بعد با من ترک صحبت و رفاقت کن که از تقصیر من عذر موجه بر متارکه دوستی خواهی داشت.
خضر عذر موسی را پذیرفت و باز با هم روان شدند تا وارد قریه ای شدند و از اهل آن شهر طعام خواستند. مردم از طعام دادن و میهمانی آنها ابا کردند و هیچ کس آنها را میهمان نکرد. آنها هم از آن شهر به عزم خروج رفتند تا نزدیکی دروازه آن شهر به دیواری که نزدیک به انهدام بود رسیدند. خضر آن دیوار را دید و به استحکام و تعمیر آن پرداخت. باز موسی زبان به اعتراض گشود و گفت: روا بود که تو این زحمت را به خود دادی؟ جای این تعمیر را می کردی که بران اجرتی می گرفتی تا از آن اجرت برای خود قضا تهیه می کردی؟ خضر گفت: این سبار کم ظرفی و بی صبری و اعتراض عذر مفارقت بین من و توست و من همین ساعت تو را بر اسرار کارهایم که بر فهم آن صبر و ظرفیت نداری آگاه می سازم. آن کشتی را شکستم به خاطر آنکه صاحبانش خانواده فقیری بودند که از آن کسب و ارتزاق می کردند. خواستم چون کشتی های بی عیب را پادشاه به غصب می گرفت این کشتی را ناقص کنم تا برای آن فقیران بماند. و اما آن غلام را که به قتل رساندم چون کافر بود و پدر و مادر او مؤمن بودند، از آن باک داشتم که آن پسر آنها را فریفته خود سازد و به خوی کفر و طغیان خود درآورد. خواستم تا به جای او خداوند فرزندی بهتر و صالح‌تر از جهت ارحام پرستی به آن پدر و مادر بدهد. اما آن دیوار را که تعمیر کردم در این شهر بدین جهت بود که زیر آن گنجی از دو طفل یتیمی که پدری صالح داشتند نهفته بود. خدا خواست تا آن اطفال به حد رشد رسند و گنج تا آن زمان برای آنان زیر دیوار بماند تا به لطف خداوند خودشان گنج را استخراج کنند. و من این کارها نه از پیش خود بلکه به امر خدا کردم. این است باطن کارهایی که تو طاقت و ظرفیت بر انجام آن نداشتی. و از تو ای رسول سؤال از ذوالقرنین می کنند. پاسخ ده که من به زودی حکایت ذوالقرنین را برای شما خواهم گفت. ما او را در زمین تمکن و قدرت بخشیدیم و از هر چیزی رشته ای به دست او دادیم. او هم از آن رشته و وسیله حق پیروی کرد تا هنگامی که ذوالقرنین به مغرب رسید، جایی که خورشید را که در دریای محیط غروب می کرد چنین می یافت که در چشمه آب تیره ای غروب می کند و آنجا قومی را یافت که ما چون کافر بودند به ذوالقرنین دستور دادیم که تو درباره این قوم یا قهر و عذاب اگر ایمان نیاوردند یا لطف و رحمت اگر ایمان آرند به جای آور. ذوالقرنین گفت: اما هر کس ستم کرده او را به کیفر خواهم رساند و سپس هم که بعد از مرگ به سوی خدا بازگردد خدا او را به عذابی بسیار سخت کیفر خواهد داد. و اما هر کس به خدا ایمان آورد نیکوترین اجر که سعادت دنیا و بهشت آخرت است باشد و هم ما امر را بر او سهل و آسان گیریم و از هر جهت وسائل آسایش او فراهم سازیم. ذوالقرنین باز با همان وسائل و اسباب سفر را ادامه داد و تعقیب کرد تا آنکه به مشرق زمین رسید. آنجا قومی را یافت که ما میان آنها و آفتاب ساتری قرار ندادیم، یعنی لباس و خیمه و مسکنی که از حرارت خورشید سایبان کنند نداشتند. همچنین بود و البته ما از احوال آن کاملا با خبریم. باز از جنوب سمت شمال سفر را ادامه داد و با وسائل تعقیب می کرد تا رسید میان دو سد، دو کوه بین دو کشور در شمال یا جنوب انتهای خاک ترکستان. آنجا قومی را یافت که سخنی فهم نمی کردند و سخت وحشی و زبان نفهم بودند. آنان گفتند: ای ذوالقرنین، بدان که قومی به نام یاجوج و ماجوج پشت این کوه فساد و خونریزی و وحشیگری بسیار می کنند.
آیا چنان که ما خرج آن را برعهده گیریم سدی میان ما و آنها میبندی که ما از شر آنان آسوده شویم؟ ذوالقرنین گفت تمکن و ثروتی که خدا به من عطا فرموده از خزینه شما بهتر است. نیازی به کمک مادی شما ندارم، اما شما با من به قوت بازو کمک کنید تا من هم سدی محکم برای شما بسازم که به کلی مانع دست برد آنها بشود. و گفت قطعات آهن بیاورید. آنگاه دستور داد که زمین را تا به آب بکنند و از عمق زمین تا مساوی دو کوه از سنگ و آهن دیواری بسازند و سپس آتش افروخته تا آهن گداخته شود. آنگاه مس گداخته بر آن آهن و سنگ ریختند. از آن پس آن قوم نه هرگز بر شکستن آن سد و نه بر بالای آن شدن توانایی یافتند. ذوالقرنین گفت که این از لطف و رحمت خدای من است و آنگاه که وعده خدا فرا رسد آن سد را متلاشی و پاره پاره گرداند و البته وعده خدا حتمی و راست خواهد بود و روز آن وعده که فرا رسد خلایق محشر چون موج مضطرب و سرگردان باشند و همه خلق در صحرای قیامت جمع آیند و دوزخ را که انکار می کردند آشکار به کافران بنمایی. آن کافرانی که بر چشمشان پرده قفلت بود و از یاد من غافل بودند و هیچ توانایی بر شنیدن آیات و کلمات الهی نداشتند. آیا کافران پندارند که بندگان با خلوص من غیر من کسی را دوست و یاور خود خواهند گرفت و ما برای کافران دوزخ را منزلگاه قرار داده ایم؟ ای رسول ما به امت بگو که می خواهید شما را به زیانکار ترین مردم آگاه سازم؟ زیانکار ترین مردم آنها هستند که عمرشان را در راه حیات دنیای فانی تباه کرده اند و به خیال باطل می پنداشته اند که نیکوکاری می کنند. همین دنیا طلبانند که به آیات خدای خود کافر شدند و روز ملاقات خدا را انکار کردند، لذا اعمالشان همه تباه گشته و روز قیامت آنها را هیچ وزن و ارزشی نخواهیم داد، زیرا آنها کاری که در آن جهان ارزشی دارد نکرده اند. اینان چون کافر شده و آیات و پیامبران مرا استهزا کردند به آتش دوزخ کیفر خواهند یافت و آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند البته آنها در بهشت فردوس منزل خواهند یافت. همیشه در آن بهشت ابدی هستند و هرگز از آنجا نخواهند انتقال یافت. ای رسول ما به امت بگو که اگر دریا برای نوشتن کلمات پروردگار من مرکب شود، پیش از آن که کلمات الهی به آخر رسد دریا خشک خواهد شد و هرچند دریایی دیگر باز زمیمه آن کنند. ای رسول بگو به امت که من مانند شما بشری هستم. دعوی احاطه به جهانهای نامتناهی و کلیه کلمات الهی نکنم. تنها فرق من با شما این است که به من وحی می رسد که خدای شما خدای یکتاست و هر کس به رحمت او امیدوار است باید نیکوکار شود و هرگز در پرستش خدا احدی را با او شریک نگرداند. سوره کهف که شامل 110 آیه بود در اینجا به پایان میرسد. میرسیم به سوره مریم که در مکه معظمه نازل و شامل 98 آیه میباشد. به نام خداوند بخشنده مهربان. در این آیات پروردگار تو از رحمتش بر بنده خاص خود زکریا سخن میگوید. یاد کن حکایت او را وقتی که خدای خود را پنهانی و از صمیم قلب ندا کرد. عرض کرد که پروردگارا استخوان من سست گشت و فروغ پیری بر سرم بتافت و با وجود این من از دعایی به درگاه کرم تو چشم امید دارم و خود را محروم از عطای تو هرگز ندانستم. بارالها من
از این وارثان کنونی که پسر عموهای من هستند بیمناکم و زوجه من هم نازا و عقیم است. تو خدایا از لطف خاص خود فرزندی صالح و جانشینی شایسته به من عطا فرما که او وارث من و همه آل یعقوب باشد و تو ای خدا او را وارثی پسندیده و صالح مقرر فرما. ما دعای او را مستجاب کردیم و گفتیم ای زکریا، همانا ما تو را به فرزندی که نامش یحیاست و از این پیش هم نام و همانندش در تقوا نیافریده این بشارت می دهیم. زکریا از فرط شوق و شگفتی و برای حصول اطمینان عرض کرد الها، مرا از کجا پسری تواند بود در صورتی که زوجه من نازا و من هم از شدت پیری خشک و فرتوت شده ام. خدا فرمود این کار برای من بسیار آسان است که خواست من به اسباب عادی مربوط نیست و منم که تو را پس از هیچ و معدوم نعمت وجود بخشیدم. زکریا باز عرضه داشت بارالها برای من نشانه و حجتی بر این بشارت قرار ده. خدا فرمود بدین نشان که با مردم تکلم تا 3 روز نکنی. پس ما به زکریا در آن حالی که از محراب عبادت بر قومش بیرون آمد وحی کردیم که تو و امتت همه صبح و شام به تسبیح و نماز قیام کنید و خدا را از شرک و شریک پاک و منزه خوانید. چون زکریا ذکر تسبیح و نماز کرد، ما به او یحیی را عطا کردیم و چون 3 ساله شد به یحیی خطاب کردیم که تو کتاب آسمانی ما را به قوت نبوت فراگیر و به او در همان سن کودکی مقام نبوت بخشیدیم و او به لطف خاص ما بدان مقام نبوت رسید و از این رو که طریق بندگی خدا و تقوا پیش گرفت و هم در حق پدر و مادر خود بسیار نیکی کرد و هرگز به احدی ستم نکرد و معصیت خدا را مرتکب نگردید. سلام حق بر او باد در روز ولادتش و روز وفاتش و روزی که برای زندگی ابدی برانگیخته خواهد شد، چون بندگان در این 3 روز سخت بیشتر به لطف خدا محتاجند. و ای رسول ما، یاد کن در کتاب خود احوال مریم را آن روزی که از اهل خانه خیش کناره گرفته به مکانی به مشرق بیت المقدس برای عبادت روی آورد و آنگاه که از همه خیشانش به کنج تنهایی محتجب و پنهان گردید، ما روح خود را، روح القدس که فرشته اعظم است، بر او در صورتی زیبا مجسم ساختیم. مریم که آن روح مجسم را در آن صورت نیکودید، بدو گفت من از تو پناه به خدای رحمان میبرم که تو پرهیز کاری کنی و با این حسن و زیبایی خیال زشتی درباره من نکنی. روح القدس در پاسخ مریم گفت من فرستاده خدای تو ام، آمده ام تا تو را فرزندی بخشم بسیار پاکیزه و پاک سیرت. مریم گفت ای عجب، از کجا مرا پسری تواند بود در صورتی که دست بشری به من نرسیده و من کار ناشایسته ای نکرده ام. گفت این چنین کار البته خواهد شد و بسیار بر من آسان است و ما این پسر را آیت و رحمت و واسع خود برای خلق می‌گردانیم و قضای الهی بر این کار رفته است. پس مریم به آن پسر حامل شد، به مکانی دور و خلوت گزید. آنگاه که او را درد زاییدن فرا رسید، زیر شاخ درخت خرمایی رفت. از شدت حزن و اندوه با خود می گفت ای کاش من مرده بودم و از صفحه عالم به کلی نامم فراموش شده بود. مریم در آن حال غم و اندیشه بود که از زیر آن درخت عیسی او را ندا کرد که غمگین مباش که خدای تو از زیر قدم تو
چشمه آبی جاری کرد. ای مریم، شاخ درخت را حرکت ده تا از آن برای تو رطب تازه فرو ریزد و روزی خود تناول کنی. پس از این رطب تناول کن و از این چشمه آب بیاشام و چشم خود به عیسی علیه السلام روشن دار و هر کس از جنس بشر را که بینی با اشاره به او بگو که من برای خدا نذر روزه سکوت کرده ام و با هیچ کس تا روزه ام هرگز سخن نخواهم گفت. آنگاه قوم مریم که از این قضیه آگاه شدند به جانب او آمدند که از این مکان همراه خود او را ببرند. در آن زمان بر او زبان ملامت گشوده و گفتند ای مریم، عجب کار شگفت‌آوری کردی، تو را نه پدری ناصالح بود و نه مادری بدکار، پس تو دختر بکر از کجا فرزند یافتی؟ مریم پاسخ ملامتگران را با اشاره و حواله به طفل کرد. آنها گفتند ما چگونه با طفلی که در جهواره است سخن بگوییم؟ آن طفل به امر خدا به زبان آمد و گفت همانا من بنده خاص خدایم که مرا کتاب آسمانی و شرف نبوت عطا فرمود و مرا هر کجا باشم برای جهانیان مایه برکت و رحمت گردانید و تا زنده ام به عبادت نماز و زکات سفارش کرده است و به نیکویی با مادر توصیه نموده و مرا ستمکار نگردانیده است و سلام حق بر جان پاک من باد روزی که به دنیا آمدم و روزی که از جهان بروم و روزی که برای زندگانی ابدی آخرت باز برانگیخته شوم. این است قضیه عیسی ابن مریم که مردم در امر خلقتش شک و ریب دارند. اکنون به سخن حق و سبب حقیقت حالش بیان گردید. خدا هرگز فرزندی اتخاذ نکرده که وی منزه از آن است. او قادری است که چون حکم نافذش به ایجاد چیزی تعلق گیرد گوید موجود باش، بیدرنگ آن چیز موجود می شود. خدای یکتا پروردگار من و شما و همه عالم است. او را پرستید که راه راست، همین راه خدا پرستی است. طوایف مردم از پیش خود درباره مسیح پسر مریم اختلاف کردند. برخی او را از کفر و جهل خدا دانستند و برخی پسر خدا و برخی پسر یوسف نجارش خواندند. وای بر این مردم کافر، هنگام حضور آن روز بزرگ یعنی روز قیامت، روز محشر، چه خلق به سوی ما بازآیند، چقدر شنوا و بینا شوند. ولی امروز که باید حقیقت را بشنوند و ببینند، مردم ستمکار همه به گمراهی و ضلالت فرو رفته اند. و ای رسول ما، امت را از روز غم و حسرت یعنی روز مرگ و قیامت بترسان که آن روز دیگر کارشان گذشته است و فکر و تدبیری نتوانند کرد و مردم سخت از آن روز غافلند و به آن ایمان نمی آورند. تنها ما ایم که پس از فنای خلق و انتقالشان به عالم آخرت، زمین و اهلش را وارث می شویم و همه به سوی ما باز می گردند. و ای رسول، یاد کن در کتاب خود شرح حال ابراهیم را که او شخص بسیار راستگو و پیغمبری بزرگ بود. هنگام که با پدر خود یعنی عموی خیش آزر گفت ای پدر، چرا خدا را رها کرده و بتی جماد که چشم و گوش و حس و هوشی ندارد و هیچ رفع حاجتی از تو نتواند کرد پرستش می کنی؟ ای پدر، بدان که مرا از وحی خدا علمی آموختند که تو را آن علم نیاموختند، پس تو مرا پیروی کن تا به راه راستت هدایت کنم. ای پدر، هرگز شیطان را نپرست که شیطان سخت با خدای رحمان مخالفت و عصیان کرد. ای پدر، از آن سخت می ترسم که از خدای مهربان بر تو قهر و عذاب رسد و به دوزخ با شیطان یار و یاور باشی. آزر پس از این نصایح در پاسخ گفت ای ابراهیم، تو مگر از خدایان روگردان و بی عقیده شدی؟
چنانچه دست از مخالفت بتان برنداری تو را سنگ سار کنم، وگرنه سالها از من بدور باش. باز ابراهیم به امید هدایت آذر او را دعای خیر کرده و گفت سلامت باشی، من از خدا برای تو آمرزش می طلبم که خدای من بسیار در حق من مهربان است. من از شما و بتانی که به جای خدا می پرستید دوری کرده و خدای یکتا را می خوانم و امیدوارم که چون او را بخوانم مرا از درگاه لطفش محروم نگرداند. چون ابراهیم از آن قوم و بتانی که به جای خدا می پرستیدند دوری گزید و به خدای یکتا رو آورد، ما هم به لطف و رحمت خود به او اسحاق و یعقوب را عطا کردیم و به همه شرف نبوت بخشیدیم و آنها را از رحمت خود بهره‌مند ساختیم و بر زبان عالمی آوازه نکونامیشان را بلند گردانیدیم. و یاد کن در کتاب خود شرح حال موسی را که او بسیار بنده ای با اخلاص و رسولی بزرگ بود و ما او را از وادی مقدس طور ندا کردیم و به مقام قرب خود برای استماع کلام خیش برگزیدیم و از لطف و مرحمتی که داشتیم برادرش هرون را نیز برای مشارکت و مساعدت او مقام نبوت عطا کردیم. و یاد کن در کتاب خود شرح حال اسماعیل را که بسیار در وعده صادق و در عهد استوار و پیغمبری بزرگوار بود و همیشه اهل بیت خود را به اداء نماز و زکات امر می کرد و او نزد خدا بنده پسندیده ای بود. و باز یاد کن در کتاب خود احوال ادریس را که او شخصی بسیار راستگو و پیغمبری عظیم الشأن بود و ما مقام او را بلند و مرتبه اش را رفیع گردانیدیم. اینان که از زکریا تا ادریس اوصافشان یاد شد همان رسولانی هستند که ما از میان همه اولاد آدم و اولاد آنان که با نوح در کشتی نشاندیم و اولاد ابراهیم و یعقوب و دیگر کسان که هدایت کرده و برگزیدیم آنها را به لطف و انعام خود مخصوص گردانیدیم. حال آنها در بندگی چنان است که هرگاه آیات رحمت ما بر آنها تلاوت شود با گریه شوق و محبت روی اخلاص بر خاک نهند. سپس جانشین آن مردم خدا پرست قومی شدند که نماز را ضایع گذارده و شهوت نفس را پیروی کرده و اینها به زودی کیفر گمراهی خود را خواهند یافت. مگر آن کس که توبه کند و به خدا ایمان آرد و نیکوکار شود، در این صورت گناهش بخشوده و بی هیچ ستمی به بهشت ابد داخل خواهد شد. آن بهشت عدنی که خدای مهربان برای بندگان صالح در غیب این جهان وعده فرمود و البته وعده خدا یقیناً به انجام خواهد رسید. و در آن بهشت هرگز سخن لغوی نشنوند، بلکه همه گفتارشان سلام و ستایش یکدیگر باشد و روزی آنها صبح و شام بی هیچ رنجی به آنها می رسد. این همان بهشتی است که ما بندگان پاک متقی خود را به خصوص وارث آن می‌گردانیم. ما رسولان و فرشتگان خدا جز به امر خدای تو هرگز از عالم بالا نازل نخواهیم شد. اوست که بر همه جهانهای پیش رو و پشت سر و بین آنها هر چه که هست با احاطه علمی آگاه است و هرگز چیزی را فراموش نخواهد کرد. تنها اوست آفریننده آسمانها و زمین و هرچه بین آنهاست. پس باید همان خدای یکتا را پرستش کنی و البته در راه بندگی او صبر و تحمل کنی که اگر او را به خدایی نپرستی، آیا دیگری را مانند او به نام خدایی لایق پرستش خواهی یافت؟
هرگز نخواهی یافت. و انسان گوید آیا چون من مردم باز به زودی سر از قبر بیرون آورده و زنده خواهند شد؟ آیا آدمی متذکر آن نمی شود که اول هیچ بوده است و ما او را ایجاد کردیم؟ قسم به خدای تو که البته آنها را که در کفر و انکارند با شیاطین در قیامت محشور می گردانیم. آنگاه همه را احضار خواهیم کرد تا گرد آتش جهنم به زانو درآیند. سپس هر که را که سرکشی بر فرمان خدای مهربان بیشتر کرده یک یک را از هر فرقه بیرون آریم تا به دوزخ درافکنیم. آنگاه ما آنهایی را که سزاوارتر به آتش دوزخند بهتر می شناسیم و هیچ یک از شما نوع بشر باقی نماند جز آنکه به دوزخ وارد شود و این حکم حکم حتمی پروردگار توست. پس از ورود همه در دوزخ ما افرادی را که خدا ترس و با تقوا بوده اند از جهنم نجات خواهیم داد و ستمکاران را فرو گذاریم تا در آن آتش به زانو در افتند. و هرگاه در فضیلت مؤمن بر کافر آیات واضحه ما بر مردم تلاوت شود، کافران غنی و متکبر به مؤمنان در مقام مفاخره گویند کدام یک از ما دو فرقه غنی و فقیر مقاماتمان بهتر و منزلتمان نیکوتر خواهد بود، در صورتی که ما پیش از این کافران چه گروه بسیاری را که از اینها داراتر و خوشتر بودند همه را هلاک و نابود گردانیدیم. ای رسول ما، به امت بگو که هر کس به راه کفر و زلالت رفت، خدای مهربان به او مهلت و طول عمر و تمکن می دهد تا آن ساعت که وعده عذاب را به چشم خود ببیند، که یا در دنیا عذاب قتل و اسیری چشد یا ساعت قیامت وی را فرا رسد. و کافران به زودی خواهند دانست که از مؤمن و کافر کدام یک روزگارش بدتر و سپاهش ضعیفتر است. البته کافران بد روزگار و مؤمنان خوش عاقبتند و خدا هدایت یافتگان را بر هدایت می افزاید و اعمال صالحی که اجرش نعمت ابدی است نزد پروردگار تو بهتر از مال و جاه فانی دنیاست، هم از جهت ثواب الهی و هم از جهت حسن عاقبت اخروی. ای رسول، دیدی حال آن که به آیات ما کافر شد؟ گفت من البته مال و فرزند بسیار در بهشت هم خواهم داشت. آیا این شخص کافر جاهل بر عالم غیب آگاهی یافته یا از خدا بر خود عهدی گرفته است که در عالم آخرت هم دارای نعمت و ثروت باشد؟ هرگز چنین نیست. ما البته آنچه گوید خواهیم نوشت و سخت بر عذابش خواهیم افسود و آنچه از مال و متاع و فرزند که به مفاخرت و غرور دائم در گفتار داشت ما وارث آن شویم و او بی کس و تنها از دنیا به جانب ما باز آید. و مشرکان خدای یگانه را ترک گفته و خدایان باطل مانند بت‌ها و فراعنه را برای عزت و احترام دنیوی برگرفتند. چنین نیست، بلکه به زودی از کار خود پشیمان و از پرستش آن خدایان باطل روی بگردانند و به خصومت آنها برخیزند. آیا ندیدی که ما شیطان را بر سر کافران فرستادیم تا سخت آنها را آزار کند و به وهم و خیالات باطل دنیا از سعادت ابد محرومشان سازد؟ پس تو ای رسول تعجیل در کار آنها مکن که ما حساب روز و ساعت عذاب آنان را کاملا در نظر داریم. یاد آور روزی را که متقیان را به سوی خدای مهربان به اجتماع محشور گردانیم و بدکاران را به آتش دوزخ درافکندیم، که در آن روز هیچ کس مالک شفاعت نباشد مگر کسی که
از خدای مهربان عهد دریافته است. و کافران گفتند که خدای رحمان فرزند برگرفته. ای کافران، همانا شما سخنی بسیار زشت و منکر بر زبان آوردید. نزدیک است از این گفته زشت آسمانها از هم فرو ریزد و زمین بشکافد و کوهها متلاشی گردد. چرا که برای خدای مهربان فرزندی مسیح و عزیز و ملائک را دعوی کردید، در صورتی که هرگز خدا را که منزه از مثل و ماننده است فرزند داشتن سزاوار نخواهد بود. بلکه هیچ موجودی در آسمان ها و زمین نیست جز آن که خدا را بنده فرمان بردار است. او به شماره همه موجودات کاملا آگاه است و تمام آنها روز قیامت منفرد و تنها به پیشگاه حضرتش حضور می‌یابند. همانا آنان که به خدا ایمان آوردند و نیکوکار شدند، خدای رحمان آنها را محبوب می‌گرداند. ما حقایق این قرآن را تنها به زبان تو سهل و آسان کردیم تا به آن اهل تقوا را بشارت دهی، معاندان لجوج را بترسانی و چه بسیار اقوامی را که پیش از این معاندین هلاک ساختیم. آیا چشم تو به احدی از آنها دیگر خواهد افتاد یا کمترین صدایی از آنان تا ابد خواهی شنید؟ در اینجا سوره مریم که شامل 98 آیه بود به پایان میرسد و میرسیم به سوره طه که در مکه معظمه نازل و مشتمل بر 135 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. ای رسول ما، قرآن را از آن برای تو نازل نکردیم که خیشتن را به رنج درفکنی. تنها غرض از نزول قرآن آن است که مردم خدا ترس را متذکر و بیدار سازی. این کتاب بزرگ فرستاده آن کسی است که زمین و آسمانهای بلند را آفرید، آن خدای مهربانی که بر عرش عالم وجود و کلیه جهان آفرینش به علم و قدرت محیط است. هرچه در آسمانها و زمین و بین آنها یا زیر کره خاک موجود است همه ملک اوست. و اگر به آواز بلند یا آهسته سخنگویی یکسان است که همانا خدا بر پیدا و نهان و مخفی ترین امور جهان کاملا آگاه است. به جز خدای یکتا که همه اسما و صفات نیکو مخصوص اوست، خدایی نیست. و ای رسول، داستان موسی را می خوانی تا بدانی؟ آنگاه که موسی آتشی مشاهده کرد و به اهل بیت خود گفت اندکی مکث کنید که از دور آتشی به چشم دیدم، باشد که یا پاره ای از آن آتش بر شما بیاورم یا از آن به جایی راه یابم. چون موسی به آن آتش نزدیک شد، ندا شد که ای موسی، من پروردگار تو ام. تو نعلین از خود بدور کن که اکنون در وادی مقدس قدم نهادی و من تو را به رسالت خود برگزیدم. در این صورت به سخن وحی گوش فراده تا کلام مرا بشنوی. منم خدای یکتا، هیچ خدایی جز من نیست، پس مرا به یگانگی بپرست و نماز را مخصوصاً برای یاد ما بپا دار. محققاً ساعت قیامت خواهد رسید و ما آن ساعت را پنهان داریم تا مردم آزمایش شوند و هر فردی را به پاداش اعمالش در آن روز برسانیم. پس زنهار مردمی که به قیامت ایمان ندارند و پیرو هوای نفسند، تو را از آن روز هولناک باز ندارند و غافل نکنند، وگرنه هلاک خواهی شد. و ای موسی، اینک بازگو تا چه به دست راست داری؟ موسی عرضه داشت این عصای من است که بر آن تکیه میزنم و گوسفندانم را میرانم و از درختان برای آنها برگ میریزم و حوائجی دیگر نیز با آن انجام میدهم. خدا فرمود ای موسی، این عصا بیفکن.
موسی چون آن را به زمین انداخت، عصا اژدهایی مهیب شد و به هر سو می شتافت. باز حضرت احدیت فرمود عصا برگیر و از آن مترس که ما آن را به صورت اول بر می گردانیم. باز به او خطاب شد که دست خود به جریبان فرو بر تا دستی بی هیچ عیب چون خورشید درخشان بیرون آید و این معجزه دیگر تو خواهد بود. تا باز همه موسی بزرگتر آیات خود را به تو ارائه دهیم. اینک به رسالت به جانب فرعون روانه شو که وی در کفر بسیار سخت و طغیان عظیمی است. موسی به خدا عرضه داشت پروردگارا، اکنون که بر این کار بزرگم مأمور فرمودی، پس شرح صدرم عطا فرما که از جفا و آزار مردم تنگ دل نشوم و کار مرا آسان گردان و عقده را از زبانم بگشا تا مردم سخنم را بپذیرند. و نیز از اهل بیت من یکی را وزیر و معاون من فرما، برادرم هارون را وزیر من گردان و او را پشت من محکم کن و او را نیز در امر رسالت با من شریک ساز تا دائم به ستایش و سپاس تو پردازیم و تو را بسیار یاد کنیم که همانا بس توی بصیر و مهربان به احوال ما و ما به جز تو کسی نداریم. پروردگار فرمود ای موسی، آنچه از ما خواستی همه به تو اعطا گردید و همانا متذکر باش که ما بر تو بار دیگر نیز منت بزرگی نهادیم، آن هنگام که برای حفظ جان تو از بلای فرعونیان به مادرت وحی مهمی نمودیم، وحی کردیم که کودک خود را در صندوقی گذار و به دریا افکن. چنین کرد و امواج دریا کودک را به ساحل رسانید تا دشمن من و او یعنی فرعون از دریا طفل را برگرفت و من به لطف خود از تو بر دلهای دشمن و دوست فرعون و دیگران محبت افکندم تا تربیت و پرورشت به نظر ما انجام گیرد. آنگاه که از مادر دور افتادی، خواهرت در جستجوی تو بود تا تو را نزد فرعونیان یافت و به زن فرعون گفت میخواهید یکی را که شیر و تربیت این طفل را تکفل کند به شما معرفی کنم؟ و ما بدین وسیله تو را به مادرت برگرداندیم تا به دیدار تو دیده اش روشن گردید و باز منت دیگران که یک نفر از فرعونیان را کشتی، ما از غم آن نیز تو را نجات دادیم و دیگر بارت به امتحان و ابتلای سخت بیازمودیم تا آنکه اکنون ای موسی به مقام نبوت رسیدی و تو را برای مقام رسالت و محبت خود آراستیم. اکنون تو و برادرت با معجزات و آیاتی که به شما دادم از پی رسالت خود بروید و سستی در ذکر من روا ندارید. بروید به رسالت به سوی فرعون که او سخت به راه کفر و طغیان شتافته است و با او با کمال آرامی و نرمی سخنگویید. باشد که از این خواب قفلت و غرور بیدار و متذکر شود یا از خدا بترسد و ترک ظلم کند. موسی و هارون عرضه کردند بارالها، ما می ترسیم که فرعون با آن قدرت پیش از آن که به ادله و معجزات ما توجه کند بیدرنگ بر ما ظلم و عقوبت روا دارد یا بر کفر و سرکشی خود بیفزاید. خدا فرمود هیچ نترسید که من با شمایم و شما را یاری می کنم و همه گفتار و رفتار شما را با او می شنوم و می بینم. خدا وعده نصرت و حفظ به آنها داد و سپس فرمود اینک هر دو به جانب فرعون رفته و بگویید که ما دو رسول پروردگار تو ایم تا از این پس دست از ظلم و بیداد به بنی اسرائیل برداشته و کارشان با ما گذاری و بیش از این عذاب به آنها نکنی که همانا ما با آیت و معجزه از جانب خدا آفریننده تو آمده ایم و سلام حق بران کس که طریق هدایت را پیروی کند. به ما رسولان خدا چنین وحی شده که همانا عذاب سخت خدا بران کس است که خدا و رسولانش را تکذیب کند و از حق روی بگرداند. فرعون پس از شنیدن نصایح آنها گفت ای موسی، خدای شما کیست؟
موسی پاسخ داد که خدای ما آن کسی است که همه موجودات عالم را نعمت وجود بخشیده و سپس به راه کمالش هدایت کرده است. آنگاه فرعون گفت: پس حال اقوام سلف که خدا شناس و خدا پرست نبودند چیست؟ موسی پاسخ داد که احوالشان به علم ازلی خدا در کتاب لوح محفوظ ثبت است و هرگز از حال احدی خدای مرا خطا و فراموشی نیست. همان خدایی که زمین را آسایشگاه شما قرار داد و در آن راه‌ها برای روابط و سفر و حوائج خلق پدید آورد و هم از آسمان آب نازل کرد تا به آن آب آسمانی انواع نباتات مختلف از زمین برویانیدیم، تا ای بندگان شما از آن نعمتها تناول کنید و چار پایانتان را هم بچرانید، که همانا در این کار آیات خدا برای خردمندان پدیدار است. ما شما را هم از این خاک آفریدیم و هم به این خاک باز می گردانیم و هم بار دیگر روز قیامت از این خاک بیرون می آوریم. و ما به فرعون به واسطه موسی همه آیات خود را نمودیم و او همه را تکذیب کرد و از آن روی گردانید. فرعون در پاسخ گفت: ای موسی، تو آمده ای به طمع آن که ما را از کشورمان به سحر و شعبده خود بیرون کنی؟ ما هم در مقابل تو سحری البته خواهیم داشت، پس موعدی معین کن بی آنکه هیچ یک از ما خلف وعده کنیم در سرزمین مسطحی که خلایق ببینند برای سحر و ساحری مهیا شویم. موسی گفت: وعده ما و شما روز زینت یعنی روز عید قبطیان باشد و مردم هنگام ظهر به موعد برای مشاهده همه بیرون آیند. آنگاه فرعون از موسی روی گردانید و به تدبیر جمع آوری سحر و ساحران پرداخت و اسباب کار مهیا کرد. سپس با ساحران بسیار به وعدگاه آمد. موسی ساحران را اندرز کرد و گفت: وای بر شما، زنهار بر خدا به سحر دروغ ببندید که بنیاد شما را بر باد هلاک دهد، و بدانید که هر کس به خدا افترا بست سخت زیانکار شد. موعظه موسی در ساحران اثر کرد و آنها در کارشان به گفت و شنود پرداختند و در نتیجه گفتند که کار موسی سحر و ساحری نیست، ولی راز خود را پنهان داشتند. فرعونیان گفتند: این دو تن یعنی موسی و هارون دو ساحرند که می‌خواهند به سحرانگیزی شما مردم را از سرزمین خود بیرون کنند و طریقه نیکوی شما را که اطاعت فرعون است از میان ببرند. پس ای ساحران، باید امروز شما با هر مکر و تدبیری توانید مهیا شده و در مقابل این دو ساحر سفارایی کنید، که امروز آن کس که غلبه و برتری یابد او فیروزی یافته است. ساحران چون مهیای کار شدند ادب کرده و گفتند: ای موسی، تو نخست به کار خواهی پرداخت یا ما به کار بپردازیم؟ موسی فرمود: اول بساط خود را شما درفکنید. آنها بساط خیش بیفکندند که ناگاه در اثر سحر چوبهاشان پنداشتی در نظر به جنبش و رفتار آمد و سحری بسیار بزرگ برانگیختند. در آن حال موسی سخت بترسید که مبادا امر بر مردم مشتبه شود و میان سحر ساحران با معجزه موسی فرق نگذارند و حجت او بر خلق آشکار نگردند. ما گفتیم: ای موسی، مترس که تو بر آنها البته همیشه غلبه و بری خواهی داشت، که هرگز سحر با معجزه برابری نتواند کرد و باطل بر حق غالب نخواهد شد. و اینک عصای خود را بیفکن تا اژدها شده و یک باره بساط سحری و ساحری اینان را فرو برد، که کار اینان سحر و فسونی بیش نیست و ساحر هرگز فیروزی نخواهد یافت. ساحران چون معجز موسی را دیدند سر به سجده فرود آورده و گفتند: ما به خدای موسی ایمان آوردیم و از فرعون و فرعونیان بیزاری جستیم. فرعون به ساحران گفت: شما چرا پیش از آن که من اجازه دهم به موسی ایمان آوردید؟ او معلوم است که در سحر معلم شما بوده و باری من شما را
به خاطر این عملتان از دست و پا می برم و به نخله خرما بدار می آویزم تا بدانید که عذاب من و موسی کدام سخت‌تر و پاینده تر خواهد بود. ساحران به فرعون پاسخ دادند که ما تو را هرگز با وجود این معجزات آشکار که از موسی مشاهده کردیم بر او مقدم نخواهیم داشت. در حق ما هر چه توانی بکن که هر ظلمی کنی همین حیات دو روزه دنیاست. ما به راستی به خدای خود ایمان آوردیم تا از خطاهای ما درگذرد و گناه سحری که تو ما را به اجبار بران داشتی ببخشد و لطف و مغفرت خدا بهتر و پاینده تر از حیات فانی دنیا خواهد بود. که همانا هر کس به خدای خود طاغی و گناهکار وارد شود جزای او جهنمی است که در آنجا نه بمیرد و نه زنده شود. و هر کس به خدای خود مؤمن و با اعمال صالح وارد شود اجر آنها هم عالی ترین درجات بهشتی است. آن بهشت های عدنی که دائم زیر درختانش نهرها جاری است. آنجا نعمت و حیات ابدی است و این بهشت پاداش کسی است که خود را از کفر و عصیان خدا پاک و پاکیزه گرداند. و به موسی وحی کردیم که بندگان مؤمن مرا شبانه از شهر مصر بیرون بر و به اعجاز لطف ما راهی خشک از میان دریا برای آنها پدید آور. نه از تعقیب و رسیدن فرعونیان ترسناک باش و نه از غرق شدن اندیشه دار. موسی بنی اسرائیل را بیرون برد و فرعون با سپاهش از پی آنها تاختند. پس موج دریا چنان آنها را فرو برد که از آنان اثری باقی نگذاشت و فرعون پیروان نادان خود را علاوه بر این که هدایت نکرد سخت به ضلالت و بدبختی افکند. ای بنی اسرائیل، ما شما را از شر دشمن نجات دادیم و از شما در وادی ایمن کوه طور وعده خواستیم و برای قوت شما چپک و ترنجبین فرستادیم و دستور دادیم که از این رزق حلال و پاکیزه که نصیبتان کردیم تناول کنید و در آن به کفران نعمت و ترک شکر گذاری، طغیان و سرکشی مکنید، وگرنه مستحق غضب و خشم من میشوید و هر کس مستوجب خشم من گردید همانا خار و هلاک خواهد شد. و البته بر آن کس که از کفر توبه کند و به خدا ایمان آرد و نکوکار گردد و درست به راه هدایت رود مغفرت و آمرزش من بسیار است. و ای موسی بازگو که بر قومت چرا سبقت گرفته و با شتاب به وعدگاه آمدی. موسی عرضه داشت همینک قوم از پی من هستند و من خود برای خوشنودی تو تعجیل کرده و بر آنها تقدم جستم. خدا فرمود ما قوم تو را پس از تو آزمایش کردیم و سامری آنان را گمراه کرد. موسی که از فتنه سامری آگاه شد متاسف و غضبناک به سوی قوم خود بازگشت و گفت ای مردم، مگر خدای شما به شما وعده احسان نداد؟ آیا وعده خدا طولانی شد؟ یا مایل شدید که مستوجب قهر و غضب خدای خود شوید؟ قوم به موسی گفتند ما به میل و اختیار خود خلاف وعده تو نکردیم، لکن اسباب تجمل و زینت بسیاری که از فرعونیان بار دوش ما بود آنها را در آتش افکندیم و چنین سامری فتنه انگیز بر ما القا کرد. آنگاه سامری با آن زر و زیورها گوساله‌ای بساخت که صدای شگفت داشت و با این شعبده سامری و پیروانش گفتند خدای شما و خدای موسی همین گوساله است که موسی یا سامری و قومش فراموش کرده است. آیا این گوساله پرستان نمی نگرند که هیچ حرف و اثری و هیچ خیر یا شری از این گوساله به آنها عاید نمی شود؟ و هارون پیش از آن که موسی باز آید گفت ای قوم، بهوش باشید که این گوساله اسباب فتنه و امتحان شما گردید و محققاً بدانید که آفریننده شما خدای مهربان است. پس شما پیرو به من شوید و امر مرا فرمان برید. قوم در پاسخ نصایح هارون گفتند ما به پرستش گوساله ثابت مانیم تا وقتی که موسی به ما بازگردد.
موسی به هارون گفت مانع تو چه بود که چون قوم گمراه شدند از پی من نیامدی؟ چرا نافرمانی امر من کردی؟ هارون گفت ای برادر مهربان، بر من قهر و عتاب مکن، سر و ریش من مگیر. عذر من این بود که ترسیدم بگویی تو میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و به سخنم وقعی ننهادی. آنگاه موسی به سامری گفت این فتنه بود که تو برپا کردی. سامری در جواب گفت من چیزی از اثر قدم رسول حق جبرئیل امین را دیدم که قوم ندیدن، آن را برگرفته و در گوساله ریختم و نفس من چنین فتنه انگیزی را به نظرم جلوه داد. موسی چون این بشنید از روی خشم به سامری گفت اینک از میان ما بیرون شو که تو در زندگانی دنیا به مرضی معذب خواهی شد که همه از تو متنفر شوند و دائم گویی کسی مرا نزدیک نشود و در آخرت هم وعدگاهی در دوزخ داری که تخلف نخواهد شد. اکنون این خدایت را که با زر و زیور ساخته ای و بر پرستش و خدمتش ایستادی بنگر که آن را در آتش می سوزانیم و خاکسترش را به آب دریا می دهیم. در اینجا سوره طه تا آیه 96 آن در این نوار که نوار 14 از ترجمه قرآن کریم است به پایان می رسد. دنباله سوره را در نوار 15 می شنوید.